در این بخش از آموزش میخوایم چند تا افزونه کاربردی رو خدمتتون معرفی بکنیم و چند تا مثال از اونها کار بکنیم که خوبه که با این افزونه ها آشنا بشید و بتونید از قابلیت های اونها بهره مند بشید. برای نصب یه افزونه جدید، همونطوری که پیشتر اشاره کردیم، از قسمت منوی ادیت Preferences اینجا ما میاییم و قسمت پلاگین. خب پس قسمت در واقع پلاگین و افزونه ای که به عنوان مثال ما الان میخوایم نصب کنیم افزونه بیلدینگ هستش، بیلدینگ تولز. این افزونه خیلی افزونه کاربردیه، مخصوصا تو بحث‌های شهری و به اصطلاح مطالعاتی که مربوط به به اصطلاح برداشت مثلا ساختمان ها و بلوک های شهری و موارد اینچنینی هستش. خب ما اینو انتخاب میکنیم، یعنی تیکش رو میزنیم، برای نصبش این آپدیت پلاگین رو میزنیم، منتظر میشیم که دانلود بشه، ممکنه طول بکشه یه مقدار و بعد از اینکه نصب شد ما در واقع حالا اینو میتونیم یه بار حالا سیستممون رو ریستارت بکنیم یا اینکه در واقع حالا مثلا بعضی از افزونه ها این ریستارت رو نمیخوان. ببینید اینجا به اصطلاح این افزونه بیلدینگ تولز اضافه شده، اگه دقت بکنید تو این قسمت میبینیم که این فعال هستش. حالا ما میایم یه سری دیتا های مربوط به منطقهمون رو دانلود میکنیم. به عنوان مثال من یه سری دیتا ها رو از این قسمت برمیدارم، اینو روی دیتا قرار میدیم و حالا اگه خواستیم اینو به عنوان یک نیو لیر میزنیم که لایه دو ایجاد شد. خب ایمیجری هم میذاریم روی حالا بینگ، تیم رو بینگ یا روی مپ باکس بگذاریم که از نظر ساختمونی یکم جذابیت بهتری داره. خب تو این قسمت اگه ما دقت بکنیم یه سری حالا ساختمون هایی رو داریم این اطراف. بعد از اینکه نقشه بیس مپ ما اینجا قرار گرفت، خب این قسمت میایم و حتی باید مطمئن باشیم که بیس مپ ما اون آفست لازم، یعنی آفست نداشته باشه خیلی در واقع با واقعیت خیلی، یعنی جابجایی نداشته باشه، چون همونطور که گفتیم خیلی وقتا نقشه پایمون یه مقدار نیاز به اصطلاح ما ژئورفرنس کردن داره، یعنی یه مقدار نیاز به تغییرات آفست داره، باید آفستاش رو تنظیم بکنیم که با واقعیت زمینی بخونه. برای این کار حالا ما میتونیم با استفاده از اون دیتا های خیلی دقیقی که از جی پی اس خودمون برداشت میکنیم، مثلا بیایم پل های سری به اصطلاح نقاط کلیدی رو با جی پی اس برداشت میکنیم با دقت بالا و بعد میایم این تصویر رو در واقع اینو جابجا میکنیم که با اون بخونه، که حالا باز جلوتر یه اشاره ای در موردش میکنیم. خب مپ باکس رو که انتخاب کردیم، ویزیبیلیتی رو میایم رو این و اینجا اگر خواستیم میتونیم مثلا شفافیتش رو کم و زیاد بکنیم یا اینکه مثلا شارپنسش رو تغییر بدیم که مثلا ساختمونا رو خیلی دقیق تر نشون بده و مثلا با این رنگ یا مثلا رنگ بندی هاشوش به اصطلاح غلظتش رو بیشتر بکنیم یا به قول معروف کالرفولنس یا کالرفولنس یا به اصطلاح تمایز رنگش رو یکم متفاوت بکنیم. گاما هم که خب در واقع باز از نظر سطح روشنایی هستش که همون برایتنس توی مثلا موارد نرم افزار آفیس و این همون برایتنسی که ما داریم اینجا به عنوان گاما هستش و شارپنس هم که باز همون انهانسمنت هستش، یعنی مثلا نشون میده که چقدر میتونه اینو بارز سازی بکنه، چقدر میتونه اینها رو به صدا درجه تمایزشون زیاد بکنه و اینطور عوارض یکم قابل تفکیک تر از هم میشن. خب این شفافیت هم که مشخصه، یعنی اگر لایه های اون زیر باشن به صورت شفاف میتونیم اونها رو ببینیم. خب
ما اینها رو اینو یکم حالا میتونیم دستکاری کنیم تو که مثلا اون چیزی که ما میخوایم دقیقا همون بشه. خب حالا این باز بستگی به استعداد سطح کاری خودتون داره که چطور راحت تر و هستین و اینکه چطور میتونید به استعداد بهتر کار کنید. خب ما حالا مثلا به عنوان نمونه چند تا از همین ساختمون هایی که مثلا اینجا هستن میخوایم با به اصطلاح بیلدینگز تول یه چند تا کار باشون انجام بدیم. خب اگر من بیلدینگ تولز رو الان انتخاب نکنم، خب بیام اینجا مثلا یه مربعی همینطوری ایجاد کنم، اینجا اینو میبندم. خب اگر بخوام اینو حالت مثلا یکم ارتوگنالایز بکنیم، گفتیم که اینو اگر ما بزنیم، ببینید من اینو بیام این طرفتر بیام تولز ارتوگنالایزش میکنم، میبینیم که خودش حالت مربعی میگیره. پس برای مواردی که مثلا من همینطوری میام یه چیزی همین حالا کج و کوله ایجاد میکنیم و بعد میایم اینو به اصطلاح ارتوگونالایز میکنیم و وقتی من اینو میزنم این حالت به اصطلاح مربعی میگیره و یکم بهتر میشه. خب حالا گفتیم که اینها رو که زدیم بعد میایم ترکهاشون رو اعمال میکنیم. اما توی کاری که بیلدینگز تول انجام میده به این صورت که من اینو وقتی انتخاب بکنم خودش به صورت مربعی میاد برای من ایجاد میکنه. یعنی من در واقع این ساختمونا رو میتونم خیلی به اصطلاح حالت تند و سریع، حالا یک کلیک اینجا یک کلیک اینجا و مثلا چیزاشون رو ایجاد کنیم. و چند تا نکته هم که لازمه در مورد این پلاگین بگیم. حالا این کارکردش از نظر مثلا بحثای به صدا از مطالعات شهری و موارد این چنینی گفتیم خیلی کاربرد داره. حالا ببین گزینه های ویرایشی که این داره، مثلا اگر من بیام Alt و Z رو بزنم، Alt رو نگه دارم Z رو بزنم، مواردی که میکشم قطر دایره میشه و میبینیم که دایره ایجاد میکنه. خب حالا اگر مجدد Alt و R یا R رکتنگل رو بزنم این میاد و در واقع مستطیل برای من ایجاد میکنه. خب فقط یه نکته دیگه این که ببینید من الان با میتونم با دو تا کلیک کار کنم یا با یه سه تا کلیک کار کنم، یا با سه تا کلیک موس یا با دو تا کلیک موس، فرقش چیه؟ ببینید یه وقتایی مثلا من میخوام فقط با الان دارم با سه تا کلیک کار میکنم، اینو میزنم اینجا میزنم بعد میام اینجا میزنم، این برای یک کمی که یکم مایله. حالا یه مواردی مثلا اینطوری که حالا یکم عمودی ترن اینجوری میزنیم. خب حالا یه وقتایی ما داریم یه جایی کار میکنیم که تمام ساختموناش یک جهت هستند، من اینجا میام مثلا روی حالات سلکت و فرزن یه چیزی اینطوری ایجاد میکنم و اینو میذارم به حالت سلکت بمونه. حالا اگه من چیز کنم فقط با دو تا کلیک کار میکنم، یه کلیک کلیک بعدی دیگه جهت دیگه ای رو به من نمیده. تمام ساختمون هایی یا تمام مستطیل هایی که من ایجاد میکنم فقط در همین جهت کاملا موازی این ایجاد میشن. موازی کدوم؟ موازی این وی که سلکت شده هستش، این خط که گفتیم وی هست، این وی سلکت شده. تمام مستطیل ها یا اریاهای های مستطیلی بر اساس این در اون موازی با این سلکت میشن. حالا اگر من بیام کلید اس رو کیبورد رو بزنم و در واقع هیچی سلکت نکنم، مجدد بخوام به صدا ابزار بیلدینگز رو بزنم، در واقع این جهت آزاد هستش، میتونه هر سمتی انجام بشه. خب این از این. خب من اینها رو حالا همشون رو کاش میکنیم، میام کلید اس رو میزنیم و همه رو انتخاب میکنیم و دیلیت میکنیم، دیلیت رو کیبورد. یا اینکه میتونیم گفتیم که اینجا بیایم مثلا ابزار تو قسمت تولبار گفتیم حالا یه سری ابزارهایی رو که زیاد به کار ما میاد ازشون حالا بیشتر استفاده بکنیم. خب مثلا من دلیت مود رو میارم اینجا قرار میدم، این اوکی میکنم، دلیت مود اینجا حتی قبلا زده بودیم.
خب دیگه هر کدوم رو که بزنیم دلیت میشه خیلی راحت تر و نیاز نیست که هی رو کیبورد اینها رو یکی یکی دلیت بکنیم. خب این هم مواردی که اینجا هستن. گفتیم اگر روی یه نوت بزنیم نوت دلیت میشه، اگر روی خط بزنیم کل حالا اون اریا دلیت میشه. الان نگاه کنید، من اینو میزنم، اگر مثلا اینطور بزنیم میبینیم که نودها دیلیت میشن، اگر رو خود خط بزنم کل اون اریا دیلیت میشن. یه افزونه دیگه ای با عنوان افزونه یوتیلز پلاگین هستش که حالا میتونه خیلی به اصطلاح تو موقع ویرایش کاربرد داشته باشه. میگم تو قسمت پلاگین اگر یوتیلز رو سرچ کنیم، یوتیلز پلاگین، اینو گفتیم مثل قبل مثلا تیکش رو میزنیم آپدیت پلاگین میکنیم و این دانلود و نصب میشه و بعد اینکه اوکی کردیم نیاز به یه ریستارت هم داره. یعنی ما ریستارت رو بزنیم خود برنامه کلا بسته میشه و خودش بدون اینکه ما جایی کلیک بکنیم دوباره باز میشه. اینو گفتم که یکم صبر کنید که اگر یه استارت، یعنی یه استارت برنامه رو چیز کردین نرید مثلا چیز کنید، حالا بذارید برنامه خودش بسته بشه، بعد چند ثانیه خودش مجدد باز میشه میاد بالا با این آپشن های جدید. یعنی اینجا این به اصطلاح تولزا قرار میگیرن و به اصطلاح شما میتونید کارهایی رو انجام بدید که حالا الان یه اشاره در موردش میکنیم. ببینید مثلا اینجا ما یه فضای چیزی پیدا بکنیم اینجا که بتونیم روش کار کنیم. ببینید فرضاً اگر من بیام مثلا یه به اصطلاح پاره خطی ایجاد کنم، دو تا نود که یه وی ایجاد کردیم، خب توی این وی که ما ایجاد کردیم تو این قسمت، خب ببینید یه سری قابلیت ها داره که مثلا من الان میام اینجا فرضاً یه خط دیگه ایجاد میکنم و مثلا اینو قطع میکنم. خب حالا میام شیفت رو نگه میدارم، اول اسم میزنم که بره تو حالت سلکت و این شیفت رو نگه میدارم و میایم به اصطلاح این وسط این دوتا رو یه نود ایجاد میکنه که این اینترسکتی ایجاد میکنه وسط این دوتا. پس به این صورت من میتونم یه نود توی اینترسکشن یا تقاطع چند تا لاین ایجاد بکنم. خب اگر تعداد لاین ها باز زیاد هم باشه به همین صورت ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب حالا میایم مورد بعدی اسپریت آبجکت. اگر من مثلا بیام بگم یه دونه حالا به اصطلاح پولیگون دارم اینجا و یه دونه حالا خطم در داخلش طوری که به اصطلاح کانکشنه برقرار بشه، کانکشن منظور اینه که یعنی بچسبن به هم دیگه، خب اسکیپ رو میزنم که این اوکی شه. حالا من میخوام ببینید الان اگر اس رو کیبورد رو بزنم و سلکتش کنم میبینم که یه دونه، در واقع ما یه دونه پولیگون دارم یه دونه لاین دارم. حالا میخوام اینا رو دو تیکه پولیگون بکنم، میام به اصطلاح این اینا سلکت میکنم، اینم با شیفت انتخاب میکنم دوتاشون رو، آبجکت رو میزنم. حالا اگر من اینو انتخاب کنم میبینیم که دوتا پولیگون جدایی دارم به شرطی که این لاینی که ایجاد کردم اون کانکشنه رو داشته باشه. گفتیم که حالا اون چسبندگی بین اینا رو خودش انجام میده. مثلا من اگر بخوام مجدد اینو جدا بکنم باید چیکار کنم؟ باید بیام اینجا منتظر باشم که این حالت هایلایت بشه، یعنی مطمئن باشم که چسبیده به این، و اینجا هم باز مجدد اگه من اینجا بزنم که هایلایت نیست این کار رو انجام نمیده، باید حتما روش دوباره کلیک کنم که این بسته بشه و این هایلایت انجام بشه. خب حالا کار دیگه ای که پس اول باید این چیز چیه، من میخوام این دوتا مستطیل رو اصلا جدا کنم، پس اول این کار، بعد کلید S رو کیبورد رو میزنم، کار دوم اینه که کلید اس رو بزنم، اولی اینو مربع رو نگه دارم، بعد شیفت رو نگه میدارم که این دوتا با هم دیگه سلکت بشن به اصطلاح یه دونه اریا یه دونه وی. پس یه اریا یه دونه وی کانکت شده به اون اریا که تقاطع نداشته باشه، نباید این از اینجا رد بشه، باید کانکت بشه، یا نباید نرسیدگی یا رد شدگی نباید داشته باشه. اگر این وی نرسیدگی و رد شدگی داشته باشه
این اسپلیت رو انجام نمیده. خب من اگر نگاه کنم میبینم که این دنیا رو دوتا جدا کرده. حالا اگر بخوام حالت ایرورش رو بگیریم، مثلا من میخوام اینا رو هم مثلا جدا کنم، یا اینا میخوام از وسطش جدا کنم، اینو میام اینجا هایلایت میشه میزنم، اما تا اینجا میزنم. خب حالا اگر من بیام اینو شیفت رو بگیرم، مثلا کلید اس شیفت و اینو بزنم، این به اصطلاح برای من اسپلیت رو انجام نمیده، چون در واقع کانکشن نشده. یا اگر حتی این به اصطلاح بیاد اینجا، مثلا مثل جی آی اس، جی آی اس اگر اینو اینجوری بکنیم اسپلیت انجام میده، اما اینجا این به شرطی اسپلیت انجام میده که به اصطلاح این کانکشن برقرار باشه. خب باز خطا میده و اینو نمیده، پس باید حتما به این صورت باشه. یه نکته دیگه این که حالا اگر من یه خطی اینجا داشته باشم و مثلا جهاتش به این از اینجا به این سمت هستش، خب اینجا مثل اون مورد قبلی من میتونم اینا رو به اصطلاح خب بیایم اینجا یا حالا یه موردی که مثلا ببین من میخوام اینجا فرضاً یه نقطه ایجاد میکنم و کلید اس رو کیبورد رو میزنم، این نود و این نود رو انتخاب میکنم و اینم به عنوان میخوام اینا رو متقارن یا سمتری بکنم. ببینید این تقارن یعنی نقطه مقابلش رو برای من انجام داده. به این صورت میبینیم که در واقع تقارنه رو برای بین این دوتا انجام میده. یکی دیگه از قابلیت های این که این افزونه داره، پس با برخی از حالا کاربرد های این افزونه تو این منو، این منو اگر من این افزونه رو نداشتم، این منو قبلا نبود اگه دقت کرده باشین، این منو رو وقتی من این افزونه به اصطلاح یوتیلز پلاگین رو نصب کردم، افزونه مور تولز هم اینجا قرار گرفت. خب یه قابلیت دیگه که میتونه خیلی کاربرد داشته باشه لت لانگ تول. خب این افزونه مثلا من اینجا حالا فرضاً یه مختصاتی رو حالا به طور فرضی در نظر میگیریم، خب این اعدادی که به صورت لت و لانگ هستن و میخوایم حالا مثلا فرضاً اگر ما مثلا رو کاغذ این اعدادی داشتیم، اینا رو چطور بیایم از در واقع اینجا وارد بکنیم. خب ببینید ما فرضاً این اعدادی که گفتیم اینجا داریم و میخوایم مثلا فرضاً رو کاغذ یادداشت کردیم، یا اینکه حالا توی کار میدانیمون رو گوشیمون یا رو جی پی اس یادداشت کردیم، یه نقطه یا دو نقطه تعداد کم، اگه تعداد بالا باشه خب در واقع با روش های دیگه که عرض کردیم با اون روش های چه میکنم. خب پس اول لات بعد لانگ و یه اسپیس که فاصله این دوتا رو از هم جدا کنه، 36 مثلا میگیم 36 71 78 که در واقع نزدیک به اینها باشه. و من اینو در واقع به این دلیل که حالا فعلا چیزی نداریم، همینطوری در واقع نقطه همینطور اتفاقی میزنیم، وگرنه نقطه‌ای که شما با جی پی اس برداشت کردید اونو وارد میکنید، یا نقطه‌ای که مد نظر شما هست میخواد ببینید مثلا یه ایکس و وای دارین، خب ببینید کجا نقشتون قرار میگیره. خب من اینو اوکی میکنم، ببینید اینجا افتاده اینجا. اگر من اینو گمش کردم نمیدونم کجا هست، مثلا من چند تا نقطه دیگه هم فرضاً اینجا دارم، خب این افتاده بین اونا و من نمیدونم کجا هستش، میتونم بیام توی این قسمت، در واقع کمند ها دستوراتی که آخرین دستوراتی که من اجرا کردم و میتونه پیدا کنه برای من و اینو یه دوبار کلیک کنم، این در واقع سلکت میشه و اینجا مثلا به من به اصطلاح نشون میده که کجا هستش. خب فرضاً حالا یه چیز فرضی که اینجا بخوایم بزنیم برش، خب این تا اینجا در مورد دو تا از افزونه هایی که حالا میتونن کاربردی باشن و میتونن مفید باشن، یکی افزونه بیلدینگز تول، یکی هم افزونه یوتیلز پلاگین هستش، که این دوتا افزونه رو ما به اصطلاح نصب کردیم و حالا برخی از کاربردهاشون رو اینجا مشاهده کردیم. دو تا افزونه
به اصطلاح یوتیل بیلدینگز تول و یوتیلز پلاگین. خب یه افزونه دیگه ای که میتونه توی حالا اکثر پروژه ها، مخصوصا پروژه هایی که پروژه بزرگی که مثلا با بخش های مختلف کار میکنن و ممکنه مثلا هر بخشی، هر مثلا به اصطلاح کارشناسی با یه نرم افزار کار کنه، یکی با اتوکد، یکی با مثلا گوگل ارث، یکی با آرک جی آی اس و غیره و موارد اینچنینی، که حالا یکی با تیبل و این موارد اینچنینی رو ما اگر بخوایم در واقع مثلا باشون کار بکنیم، افزونه اوپن دیتا که حالا قبلا این نصب کردم، این افزونه که خیلی کاربرد داره و میتونه به اصطلاح نقش مهمی داشته باشه توی ارتباط برقرار کردن نرم افزارهای مختلف با هم دیگه. یه چیزی شبیه اینتراپرابیلیتیز در مثلا نرم افزار مثلا آرک جی آی اس یا موارد اینچنینی هستش که در واقع میتونه فایل های متفاوتی رو باز بکنه. خب ببینید، ما قبل از اینکه این افزونه رو اگر نصب کنیم توی این قسمت، خب میایم اینجا تعداد فقط چند تا فایل OSM و اگر قبلا هم خاطرتون باشه موقعی که حالا توی درس های پیش میگفتیم فقط چند تا فایل، حالا وقتی اینو نصب کردیم میتونیم انواع فایل های مختلف رو اینجا توی این محیط باز بکنیم. مثلا یه فایل حالا GPX که مربوط به حالا فایل دیتا های GIS هستش، من مثلا یه فایل GPX، حالا این که حالت فرمت گوگل مپس داره، این به این دلیله که به اصطلاح من اینو چیز کردم، یعنی من نرم افزار خودم رو دیفالتش رو گذاشتم روی این که اگر من جی پی اس آوردم توی گوگل ارث باز بکنم، وگرنه توی سیستم شما ممکنه این متفاوت باشه. خب اگر مثلا من بیام روی دسکتاپ و به اصطلاح توی این قسمت فایلز، خب ببینید اینو اگر من روش نگه دارم، این جی پی ایکس فایل، این هم فایلیه که مثلا با حالا شما اگه با گارمین کار کنید، با جی پی اس گارمین فایلی که استخراج میکنید همین فرمت به اصطلاح جی پی ایکس هستش که میبینیم که به این صورته، ولی اوپن وید گوگل ارث که خودم اینو به این صورت چیز کردم. حالا پس ما میایم قسمت اوپن اینجا و حالا اون فایلی که مد نظر ما هست، مثلا میایم دسکتاپ فایلز و مثلا این فایل حالا گوگل ارث رو باز میکنیم، میبینیم که نقاطی که اینجا هستند، حالا من اگه اینا رو خاموش بکنم، خب میبینید به این صورت به اصطلاح فایل منو، فایل حالا جی پی ایکس به فرمت جی پی اس رو نشون میده. حالا فایل های دیگه، مثلا اگر ما بیایم حالا با استفاده از فرضاً آرک جی آی اس اینجا مثلا یه سری شیف فایل هایی داریم، خب و میخوایم این شیف فایل ها رو توی مثلا چیز باز بکنیم، توی جی او اس ام باز بکنیم، حالا شما چه آرک جی آی اس نسخه 10 باشه چه آرک جی آی اس پرو باشه فرقی نمیکنه. خب شیف فایل هایی که ما اینجا داریم و به اصطلاح میتونیم اینها رو، حالا هم اینها هم همراه با در واقع هندسی و توصیفیشون، خب من اینو مثلا در واقع خروجی گرفتیم توی حالا همون قسمت فایل و میایم اینجا و حالا یه لایه جدیدی اگه بخوایم درست بکنیم و بیایم قسمت اوپن مثلا این دیه بافر SHP رو اگر من بخوام اینو باز بکنم، ببینید که اینجا باز شده. حالا اگه بخوام مثلا بینگشم بیارم، خب این پیغام رو دقت کنید همیشه در واقع اخطار میده که ممکنه به اصطلاح تصویر پایه از نظر مختصاتی خیلی دقیق نباشه. خب
این رنگ بندی شو اگه بخوام مثلا چیز کنم، ببینید اینا اینجا قرار گرفته، حالا یکم با یه رنگ چیزتری که حالا اگر من رنگش رو تغییر بدم، مثلا حالا یه رنگ متفاوتی براش بذارم، فرزن ببینید اینایی که اینجا هستن و اینایی که این قسمت هستن، پس اون به اصطلاح اریا یا پلیگون که تو جی اس پلیگون و اینجا اریایی که داشتیم، اون اریاها رو ما توی جی او اس ام باز کردیم و میتونیم حالا تغییرشون بدیم و حالا هر به اصطلاح کاری که بخوایم روشون میتونیم انجام بدیم، هر ادیت و هر ویرایش که بخوایم روشون انجام بدیم. مثلا میتونیم اینها رو مثلا بیایم حالا فرضاً به عنوان بلدینگ هایی در نظر بگیریم و بیایم حالا ابزار اس و سلکت رو انتخاب میکنم، اینم انتخاب میکنم و به عنوان مثال اسپلیتشون بکنیم و ببینیم که مثلا اینو من اینو جدا کردم و حالا میخوام بیارم این بر که این جا به جایی انجام میشه. خب پس اینا دو تا به اصطلاح لایه جداگونه هستن، دو تا لایه جدا هستن. دقت میکنه که به این صورت. خب و اطلاعات توصیفیشون هم این قسمت قرار گرفته، هم اطلاعاتی که داخل خود اتریبیوت تیبلشون توی ArcGIS بوده. اینجا اگر ما دقت بکنیم اطلاعاتی که من اینجا داشتم آیدی و فلان و اینها، توی این قسمت هم به اصطلاح داره اینها رو آیدی و اوریجینال اف آیدی و فلان اینها رو نشون میده. خب حالا باز میایم تو همون قسمتی که اینجا بودیم و زوم تو لیر میکنیم. حالا اگر ما نرم افزار مثلا گوگل ارث پرو یا هر فرقی نمیکنم گوگل ارث اینو باز بکنیم، یا حسنا یه فایل KML داشته باشیم خودمون، یه فایل KML داشته باشیم و بخوایم یه فایل KML رو به اصطلاح چیز کنیم وارد JOSM بکنیم، و من اینجا به عنوان مثلا یه فایل KML تو گوگل ارث درست میکنم، فرضاً همین حدودی که داشتیم کار میکردیم، مثلا یه پارکی اینجا هستش، این پارک رو من میخوام به اصطلاح به صورت گوگل ارث بیارم اینجا، فرضا اسمش رو میذارم حالا بوستان نشی، و خب میام اینجا مثلا از این قسمت یا از اینجا اینو میگیرم. خب هم مسیری که من حالا چیز دارم و ادیت میکنم، اینم با فلش های چهار جهت روی حالا کیبورد، این دیگه حالا چیزای گوگل ارث که احتمالا میتونید با فلش های چهار جهت روی کیبورد میتونید به اصطلاح اینو موقع ادیت کردن جابجا بکنید. خب اینو من اوکی میکنم و روش کلیک راست سیو پلیس از، میایم دسکتاپ قسمت فایل و همین اسم اینو ذخیره میکنیم. خب این یه فایل گوگل ارث و میخوام توی جی او اس ام اینو باز بکنیم، میایم اینجا مجدد این فایل گوگل ارث رو اوکی میکنیم، ببینیم که توی جی او اس ام باز شده و اینجا ما مجدد میتونیم به اصطلاح تگ یا تغییراتی بهش اضافه بکنیم. خب یه چیزی که من حالا یادم اومد که بگم، ببینید ما موقعی که با بلدینگ ها کار میکنیم توی حجم بالا وقتی بخوایم دیتا رو مثلا آپلود بکنیم روی سرور مثلا OSM،
اونجا از ما میخواد که باید تایپ و در واقع یه سری تگ ها رو حتما مشخص بکنیم، وگرنه این وارنینگ میاد و میگه تگش رو مشخص کنید، این که زدین آیا بلدینگ آیا چیه فلان. اما این ابزار خوبی که داره، وقتی ما اینو میزنیم مثلا اینا رو وارد میکنیم، این خودش به اصطلاح تگش رو ایجاد میکنه. این دقت کنید، من اینو وقتی بزنم این خود در واقع خود به اصطلاح این افزونه، خود پلاگین به اصطلاح بیلدینگ میاد چیکار میکنه، میاد و تگ بیلدینگ رو یس میکنه و موقع آپلود کردن دیگه اون خطا هم نمیاد. و اما اگه تعداد خیلی بالا باشه، من مجبورم مثلا همه اینا رو با هم دیگه اینجوری سلکت بکنم، وقتی همه رو با هم سلکت کردم و بعد بیام اینجا مثلا تگاشون رو یکی بکنم. اگر ما اگه تو در تو باشن یا خیلی پخش باشن و فلان، اینا خیلی کار ممکن سخت بشه، که حالا اینم یکی از قابلیت های خیلی خیلی پرکاربرد افزونه بیلدینگز هستش. و افزونه اوپن دیتا هم پس این قابلیت خیلی خوب داره که ما بتونیم فایل هایی که توی گوگل ارث یا توی ArcGIS یا هر برنامه دیگه ای که حالا این پشتیبانی میکنه داریم و بیاریم اینجا و باش کار بکنیم و توی این قسمت ببینیم که از چه فرمت هایی به اصطلاح این پشتیبانی میکنه. خب با توجه به اینکه خیلی از این تغییراتی که ما دادیم به صورت فرضی بودن و به اصطلاح واقعی نیستند، به همین دلیل من فعلا اینو به اصطلاح اینها رو ذخیره، یعنی آپلود نمی کنم. اگه سیو هم بکنم مشکلی نداره، رو سیستم خودم سیو، ولی نباید اینا رو آپلود بکنم تا موقعی که حالا از اون موارد که ایجاد کردیم به اصطلاح از صحیح بودن اونها مطمئن بشیم.